عملیات تروریستی در شیراز و سرپوش گذاشتن توسط مسئولان رئیس دولت چهاردهم یا آقای دوربینی هیئت های عزاداری به ایران دیلی خوش اومدید اینجا جاییست است که با هم به روزترین و دقیقترین رویدادها رو پیگیری میکنیم تا گامی در راه آزادی میهن عزیزمان برداریم اگر از محتوای ما خوشتان آمد لطفاً لایک کنید و با دوستانتان به اشتراک بگذارید تا به آگاهی رسانی بهتر و بیشتر به هم میهنان کمک کنید. عملیات تروریستی در شاه چراغ احتمال سرپوش گذاشتن روی یک بمب گذاری مطرح است. خبرگزاری ایسنا در ساعت 22:50 دقیقه و خبرگزاری ایلنا در ساعت 22:57 دقیقه صدای شبیه به انفجار را گزارش دادند. در این میان یکی از شاهدان عینی که در محل حادثه حضور داشته، پیامی ارسال کرده است که حاوی اطلاعات خام و اولیه می باشد. در این پیام ذکر شده که صدا و حادثه ممکن است در فاصله نزدیک رخ داده باشد و یا احتمالاً انفجار به طور کامل عمل نکرده. باشد همچنین ممکن است حمله به صورت تیراندازی مسلحانه بوده باشد. این جزئیات هنوز تایید نشدند و انتظار میرود تا صبح اطلاعات دقیقتری ارائه شود. ویدیوهای منتشر شده از فرار مردم نیز نشان می‌دهد وقوع اتفاقی بزرگتر از یک تیر هوایی برای دستگیری سارق است. این سال مطرح می‌شود که چرا برای دستگیری یک سارق تیر هوایی شلیک شده است و چرا تیر هوایی به صورت صحوی شلیک شده است. به خصوص که در مراسم سال مرگ خمینی که 32 سارق دستگیر شدند هیچ تجمعی متفرق نشد. تا این لحظه نتیجه گیری ها نشان می دهد که در اطراف حرم شاه چراغ و نه در داخل آن قطعا اتفاقی رخ داده است که با روایت های رسمی همخانی ندارد. یک معاون سیاسی امنیتی و استانداری فارس انفجاری رخ نداده است. دو، سردار روحام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی فارس، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است و ما فقط یک سارق دستگیر کردیم هیچ خبری نیست و سه معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور چند تیر هوایی به صورت صحوی شلیک شده است و هیچ موضوع امنیتی در این منطقه وجود نداشته است با توجه به گزارش‌های متناقض و ویدیوهای منتشر شده هنوز بسیاری از سالات بیپاسخ پاسخ ماندند این خبر در بخش‌های بعدی ایران دیلی تکمیل خواهد شد رئیس دولت چهاردهم یا آقای دوربینی هیئت‌های اعزاداری؟ رسانه های داخلی ایران طی روزهای اخیر به طور گسترده ویدیوها و تصاویری از حضور مقامهای جمهوری اسلامی در مراسم مذهبی ایام محرم منتشر کردند. این گزارش های معنادار درباره دخالت آشکار جامعه مدداهان در امور سیاسی و تصمیم‌گیری‌های های مهم جمهوری اسلامی گمان زنی های ایجاد کرده. به خصوص اینکه محور اصلی این گزارش ها نیز علی خامنه ای، مسعود پزشکیان، ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی اند ویدیویی که از رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی در مراسم سوگواری امام سوم شیعیان بیرون آمد واکنش های زیادی در پی داشت علی خامنه ای تصویری از ابراهیم رئیسی و قاسم سلیمانی را کنار صندلیاش گذاشته بود احتمالا برای اینکه القا کند کسی جای سلیمانی و رئیسی را برای او نمیگیرد از سوی دیگر مسعود پزشکیان هم در روزهایی که طبیعتاً باید برای انتخاب اعضای کابینش سخت مشغول کار باشد این وظیفه را به محمد جواد ظریف محول کرده و خود در حال رفت آمد از هیئتی به هیئتی دیگر است او که پیشتر در کارزارهای انتخاباتی خود را متمایل به معترضان نشان میداد حالا ویدیوهایی از سین زنیش در مراسم سوگواری هیئتهای خاص منتشر میکند رئیس جمهوری منتخب صبح یک شنبه در اجتماع ازاداران حسینی نهاد ریاست جمهوری شرکت و سخنرانی کرد شامگاه همان روز نیز به همراه علی لاریجانی به هیئت ریحان نبی در امامزاده صالح تجریش رفت او در هشتمین شب محرم هم در حسینیه موسبن جعفر در منیریه تهران سینه زنی کرده و ششمین شب ماه محرم نیز به هیئت ریحان الحسین رفته و از مجید بنی فاطمه مداح این هیئت تابلوی هدیه گرفته بود. مسعود پزشکیان در چهارمین شب ماه محرم در حسینیه هدایت حاضر شد که حسین انصاریان آنجا مذهبی میکند. او در شب اول محرم هم در حسینیه امام خمینی کنار علی ای رهبر جمهوری اسلامی و محسن اژئی نشست رئیس جمهور منتخب قرار است شامگاه دوشنبه در مراسم سوگواری شب آشورا کنار قبر بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنرانی کند. پزشکیان حضورش در مراسم مذهبی روزهای اخیر را به شکلی معنادار در شبکه های اجتماعی هم به اشتراک گذاشته احتمالا با این هدف که موضع جامعه مدهان درباره خود را که از طرف خامنه ای به جهاد تبیین معمور شدند نرم کند. در زل سوم این مثلث نیز جامعه مداهان ایستاده که مراسم سوگواری ماه محرم را به محلی برای مناقشات سیاسی دخالت در تصمیم گیری های مهم حکومتی خط و نشان کشیدن برای معترضان و استور سازی از افرادی مانند رئیسی و سلیمانی تبدیل کردند. خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران ویدیویی از حضور ابراهیم رئیسی در مراسم مداهی منصور ارزی در مسجد ارگ تهران را بازنشر کرد و محمد رضا طاهری هم حین مداهی مدعی شد که رئیسی به خواب یکی از بزرگان مورد وسوق آمده و گفته که با قاسم سلیمانی مشغول آماده کردن مقدمات ظهور است این ادعا که سید مصطفی موسوی نژاد عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در شبکه اجتماعی ایکس آن را روایت کرد واکنش های زیادی در پی داشت و گمان زنی ها درباره نفوذ قابل توجه مدهان در بدنه حکومت را تقویت کرد مدهان از همان سالهای ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی در ایران تحت پوشش دین و مذهب شبکه از مبلغان جمهوری اسلامی را تشکیل دادند و از فرصت مجالس سوگواری محلی و منطقه‌ای به نفع حاکمیت استفاده کردند به همین دلیل بود که روح الله خمینی به سراحت گفت که این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. علی خامنه نیز پس از رسیدن به جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی به مدهان پروبال بیشتری داد و آنان را به سراحت قدرت نرم خود خواند. رهبر جمهوری اسلامی دهم ده دی 1402 در اجتماع شمار زیادی از مدهان مورد تایید حکومت آنان را به قانع کردن مردم از طریق جهاد تبیین مأمور کرد و گفت که سه عنصر هیئت واعظ و مداح قدرت نرم جمهوری اسلامی می به شمار می روند و از قدرت سخت نافذتر و موثرترند. او مدداهی در جمهوری اسلامی را با هنر صنعت سینما در آمریکا مقایسه کرد و گفت که غربی ها با درک قدرت نرم سینما در این بخش سرمایه گذاری می کنند زیرا می دانند قدرت سخت اثر آنی دارد. قدرت برانگیختن و هدفگیری دقیق خلاصه مأموریتی بود که خامنه طی آن سخنرانی پیش چشم جامعه ایران بر دوش مدهان گذاشت. قدرت برانگیختن به معنای آن که جامعه مدهان مردم را به حرکت در جهتی که منافع حاکمیت تأمین می شود ترغیب کنند و هدفگیری دقیق نیز یعنی به زنگاه های حکومت را ها که مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدهاست دریابند و به موقع واکنش نشان دهند. در نظر گرفتن معمولیتی که خامنه ای به مدهان محول کرده و شرایط حال حاضر جمهوری اسلامی حضور متناوب به پزشکیان در مراسم سوگواری و استورسازی سازی از سلیمانی و رئیسی را معنا میکند. به عبارت دیگر کارکرد امروز جامعه مدهی طبق معمولیت خامنه ای این است که با قهرمانسازی از قاسم سلیمانی بر تنش آفرینی در جهان و منطقه در سیاست خارجی تاکید میکنند و با نام بردن از ابراهیم رئیسی به معترضان و مخالفان یادآوری می کنند که در امور داخلی نیز سیاست سرکوب تحت فرمان رهبر ادامه می حالا در آن سوی ماجرا پزشکیان میکوشد به بخش هایی از جامعه مدهان نزدیک شود شاید با این هدف این گونه القا کند که با قدرت نرم و جهادگران تبیین زاویه ندارد تلاشی که نتیجه آن هرچه باشد به نفع پزشکیان تمام نخواهد شد زیرا اگر با جریان جهادگران تبیین همسو شود خلاف شعارهای انتخاباتیش رفتار کرده است اگر هم با آنها همسو نشود باید منتظر جریانسازی جهادگران تبیین علیه خود باشد وقتی مسعود پزشکیان در کارزارهای انتخاباتی درباره طرح موسوم به نور نیروی انتظامی در برخورد با مخالفان حجاب اجباری گفت که این طرح سیاه است منصور عرضی مداح نزدیک به علی خامنه به سخنانش واکنش نشان داد و در مسجد ارگ تهران گفت نیروی انتظامی زحمت میکشد تا طرح نور را اجرا کند بعد آن دیوانه می آید و میگوید طرح نور نیست و طرح سیاه است این میخواهد بیاید و رئیس جمهوری ما بشود؟ پزشکیان نیز در پستی پاسخ منصور ارزی را داد و نوشت که دیوانه مردم است حالا همان کسی که مداح نزدیک به خامنه ای دیوانه خطابش کرده بود رئیس جمهور شده اما به جای اثبات ادعای دیوانگیش برای مردم از هیئتی به هیئت دیگر می رود تا قبل از استقرار دولت چهاردهم دل جهادگران طبیعین را نرم کند از همراهی شما تا انتهای این برنامه سپاس گذاریم. امیدواریم گزارش ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و توانسته باشیم گامی در راستای آگاهی رسانی برداشته باشیم. لطفا با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به گسترش آگاهی کمک کنید. هر لایک و اشتراک گذاری شما گامی است در مسیر میهن عزیزمان ایران. با آرزوی لحظاتی خوش و تا برنامه بعدی بدرود